7 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Нуробод баробарону фаъолони ноҳияҳои водии Рашт мулоқоти самимию созанда доир карданд. Ҳадафи мулоқот шиносоӣ бо вазъи корҳо дар ноҳияҳои минтақа, рафти иҷрои дастуру супоришҳои президент ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷараёни омодагӣ ба ҷашни умумии миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатӣ мебошад. Мавриди зикр аст ки тибқи нақшаи корҳои бунёдкорӣ ва ободонӣ дар ҳамаи ноҳияҳои водии Рашт, яъне ноҳияҳои Нуробод, Рашт, Тоҷикобод, Лахш ва Сангвор дар маҷмӯъ сохтмони беш аз 1100 иншооти истеҳсоливу иҷтимоӣ ба маблағи умумӣ зиёда аз 240 миллион сомонӣ пешбинӣ гардида, то имрӯз корҳо дар 760 иншоот ба анҷом расиданд. Ин нишондиҳандаҳо 69% нақшаро ташкил медиҳад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дар назар дошти он ки то ҷашн муҳлати тамоман кам монда аст, робарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои минтақаро вазифадор ва соҳибкорону аҳолии ноҳияро ҳидоят намуданд ки ҷиҳати иҷрои пурраи нақшаи тасдиқшуда табир иловагӣ андешанд. Ҳукумати мамлакат таи даврони соҳиби истиқлолӣ барои ободонии ноҳияҳои водии Рашт томоми имкониятҳоро сафарбар карда ин равандро то имрӯз идома дода истодааст. Дар натиҷаи чунин дастгирии воқамхориҳо симои ноҳияҳои водӣ ҳоло ба кӯли дигаргун шудааст. عموما در دوران صاحب استقلال کشور از همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری برای رشد اجتماعی و اقتصادی نویاهای منطقه بیش از 5.7 میلیارد تومانی از جمله به نویای نوروباد 2.2 میلیارد تومانی، رشت 1.4 میلیارد تومانی، سنگوار 914 میلیون تومانی، لخش 624 میلیون تومانی و تاجیک‌آباد 528 میلیون تومانی روانه شده است. همچنین در این دوره در نویاهای منطقه مذکور بیش از 70 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی تطبیق گردیده، در دایره آنها بیش از 500 میلیون تومانی مبلغ از خود کرده شده است. حالا در حدود این نویه‌ها تطبیق باز 21 لایحه دیگر ادامه داشته، در دایره آنها تا امروز 184 میلیون تومانی از خود گردیده است. با مقصد تامین نمودن ترقیات نویه‌های وادی رشت و حل مسئله و مشکلات اجتماعی و اقتصادی در دایره برنامه‌های رشد نویه‌های مذکور صدها لایحه با مبلغ عمومی بیش از 200 میلیون تومانی عملی شده ایستاده است. رهبران مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه‌های منطقه رشت وظیفه‌دار شدند که یکجا با وزارت و اداره‌های داخلدار اینچنین در همکاری سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی تطبیق صفاتناک و سریوقتی برنامه‌ها و لایحه‌های پیش‌بینی شده را تامین نمایند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که گرچند منطقه رشت دارای امکانات‌های فراخ کارکرد محصولات کشاورزی میباشد، ولی در نویاهان همگی 5 کارخانه صنعت خوراکواری فعالیت می‌نماید که به طلبات جوابگو نیست. بنابراین رهبران و مسئولین نویاهای منطقه از سرور دولت سپارش گرفتند که یکجا با وزارت صنعت و تکنولوژی نو و با جلب صاحبکاران و سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی جهت تأسیس کارگاه و خانه‌های استیصالی در اساس تکنولوژی موثر فعال گردانیدن اقتدارهای موجوده و برای ماندن استیصال محصولات صنعتی تدبیرهای مشخص و جدی اندیشند. همچنین رهبران مقامات اجراییه حکومت دولتی نویاها وظیفه‌دار شدند که در سمت بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها، استفاده تخمی‌های خوش صفت، بهسازی حالت ملیراتیوی زمین‌ها، افزایش دادن استیصال کارتوشکا، زیاد نمودن میدان باغ‌ها، علل خصوص باغ‌های اینتنسیوی، بنیاد انفراستراکچور نگهداری، بستوبند و صادرات میوه و سبزیجات و به همین وسیله مهیا کردن جای‌های نوی کاری اعتبار اولین درجه دهند. با در نظر داشت آنکه ساحه معارف یکی از سمت‌های مهم و افسردناک سیاست حکومت مملکت به شمار می‌رود، در زمان صاحب استقلالی با دستگیری حکومت کشور در نویاهای وادی رشت 292 بینای نو و سیمخانه‌های علاوه‌ای برای 54000 خواننده ساخته به استفاده داده شده است. تنها در سال 2021 در این نویاها ساختمان 13 بینای نوی تعلیمی و سیمخانه‌های علاوه‌ای برای 7000 خواننده به نقشه گرفته شده است. حکومت مملکت برای بهتر نمودن سطح و صفت خدمت‌رسانی در مؤسسات طبی نویاهای وادی رشت پیوسته چاره‌جویی می‌نماید. با این مقصد تنها در سال 2020 و 5 ماه سال جاری به نویاهای وادی به مبلغ بیش از 26 میلیون تومانی تجهیزات و مواد دارویی دسترس کرده شده است. وابسته به وضع مرکب جامعه جهانی در دوره پاندمی کرونا ویروس و تاثیر آن به اقتصاد کشورها، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضرور شمردند که در چنین شرایط مردم از تمام ذخیره و امکاناتها پیش از همه آب و زمین، خصوصا زمین‌های نزیولگی و پریزیدنتی عاقلانه و ثمره‌ناک استفاده برده، هرچه بیشتر محصولات استیصال نمایند تا که در فصل تیر ماه و زمستانی در پیش ایستاده تنقیصی و اذیت نکشند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان رهبران و مسئولین و فعالان را وظیفه‌دار کردند که مردم را به کارهای آبادانی و هر یک خانه و کارشانه، محل زیست، کوچه و خیابان و شهرک و دهات اینچنین صرفه و سرشته‌کاری هدایت و سفربر نمایند. در آخر سرور دولت محترم امامعلی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که مردم وطن دوست و سازنده و بنیادکار نویاهای وادی رشت برای باز هم آباد و زیبا گرداندن دیار خود، سرزمین اجدادی و تکمیل پایه‌های دولت صاحب استقلال خیش و استقلال سازوار جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالت دولتی سعی و تلاش بیشتر خواهند کرد. پس از سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان، رئیسان نویه‌های نوروباد، رشت، توجیکوباد، لخش و سنگوار اوید به نشان دهنده‌های اجتماعی و اقتصادی رفت آمادگی‌ها به تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، وضع ساحه کشاورزی و جریان کشت و کار حسابات دادند. رهبر دولت توجه مسئولین را به مسئله وسیع نمودن میدان کشت، خصوصا زیاد نمودن کشت کارتوشکا، راه‌اندازی اصول‌های نوی باغپروری، تأسیس کارگاه و کارخانه‌های خرد و میانه، تشکیل سیخ‌های دوزندگی و تأسیس جای‌های نوی کاری جلب کرد و مسئولین دستور دادند که کارها را در سمت اجرای نقشه شوروی‌ها بخشیده به 30 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان جانب نموده، ساختمان انشاءات پیش بینی گردیده را سر وقت و با صفت بلند انجام دهند. همچنین پیشوای معظم ملت اوید به رشد دیگر بخش‌های خواجگی خلق وادی به مسئولین دستور و سپارش‌های قطعی دادند.